يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده و اهل علم و دانش هستند درجات بالایی می بخشد. رحمان الرحیم و نام خداوند بخشنده مهربان. شاگردان عزیز، دوستای خوب و نازنینم سلام. امیدوار هستم هر کجایی که هستین خوب و خوش و سرحال باشین، همچنان درس های گذشته تان هم مرور کرده باشین و کار خانگی هایتان هم انجام داده باشین. امروز با هم دیگه میخواییم یک درس جدید دیگر را بخوانیم و یاد بگیریم. عنوان درس امروز ما هست معادله پارابولا که مرکز آن یک نقطه اختیاری باشد. خب قبل از اینکه بریم طرف درس جدید خود، بریم یک مرور داشته باشیم بر درس گذشته. ما در درس گذشته اولا با تعریف پارابولا آشنایی پیدا کردیم. گفتیم که محل هندسی تمام نقاطی که فواصلش اگر تا به یک خط مستقیم، کو خط مستقیم به نام هادیات می‌کردیم تا به محراق در نظر می‌گرفتیم، این دو فاصله همیشه با همدیگر مساوی بودند. همچنان ما معادله های پارابولا را در دو حالت هم پیدا کردیم، حالت عمودی و حالت افقی، که البته یک شرط هم داشت که رأس پارابولا در کجا می بود؟ در مبدأ کمیات وضعیت، یعنی در نقطه صفر و صفر. خب امروز ما می خواهیم که معادله پارابولا را در حالت پیدا کنیم که رأسش در مرکز نباشد، پس در هر نقطه اختیاری که ما خواسته باشیم در اون نقطه باشه. خب ببینید، من اینجا یک پارابولا را براتون رسم کردم. این پارابولا به صورت افقی هست و رأسش هم در نقطه اختیاری H و K هست، یعنی به اندازه H واحد نظر به محور X انتقال کرده و به اندازه K واحد نظر به محور Y انتقال کرده و رأسش رسیده در نقطه H و K. خب ما معادله هایی را که در حالت مبدأ خوانده بودیم، یعنی رأسش در مبدأ کمیات وضعیت بود، دو تا معادله بود اگر یادتان باشه. یکیش بود x مربع مساوی است به 4 py و یکی هم y مربع مساوی است به 4 px. خب حالتی که x مربع می بود حالت افقی بود یا عمودی؟ آفرین، حالت عمودی میشد، چون گفتیم که اگر x مربع باشه یعنی یک تابع بوده میتونه، و حالتی که y مربع هست پس تابع بوده نمیتونه، است میشد حالت افقی، چون اگر من یک تا خط عمودی رو رسم کنم گراف من در دو نقطه قطع میکرد. خب حالا میخواییم که چیکار کنیم؟ این نظر به مبدأ کمیات وضعیت دیگه نباشه، رأسش در نقطه H و K باشه. دوباره در کتابتان ثبوت شده، شما میتونید که نظر به حالت قبلی از فرمول فاصله بین دو نقطه استفاده کنین و ثبوتش کنین. من میخوام نظر به انتقال تابع معادله هایش بنویسم. خب معادله ما، پارابولای ما افقی هست، یعنی باید از این رابطه استفاده کنم، این رابطه افقی. اولیش حل میکنیم بعد حالت عمودی شو هم دیگه کار میکنیم. خب ببینین، اول بیاین محراقش را تعیین کنیم. خب محراقش در کجا انتقال کرده؟ محراق و رأس روی یک خط افقی قرار دارد. زمانی که نقاط روی یک خط افقی قرار داشته باشن، تمام وای هایشان با هم دیگه مساوی است، چون این خط افقی فقط محور وای قطع میکنه، فقط تفاوتشان در چپ و راست رفتنشان هست، یعنی در محور اکسشان هست. خب پس بیاین ببینیم نظر به محور اکس چقدر انتقال کرده. خب تا رأس پارابولا نقطه اکسش میشه اچ. اگر از اچ ما به این اندازه طرف راست حرکت کنم میرسم به محراق یا همون اف. خب این اندازه را دیگه خوانده بودیم، فاصله رأس تا به محراق به پی گذاشته بودیم و فاصله رأس تا به خط هادی را به پی گذاشته بودیم، پس از اچ به اندازه پی واحد طرف راست بیایم، یعنی به اچ را اضافه کنم، پی را اضافه کنم، میرسم به محراق، پس میشه اچ مثبت پی. واش چی هست؟ واش همو که هست، پس واش میشه که. محراق تعیین کردیم، شد اچ مثبت پی و که. خب بیاین معادله خط هادی را بنویسیم. خب زمانی که پارابولای ما افقی باشه پس چی میشه؟ خط هادیش عمودی. یک خط عمودی فقط محور اکس قطع میکنه، پس باید اکس مساوی به یک عدد یا یک عبارت باشه، پس مشتمل میکنیم که معادله خط هادی را باید اکس مساوی به یک عدد باشه. خب او عبارت یا عدد چی هست؟ ببینین این خط عمودی
تمام اکس هایی که روی ازی خط قرار دارن با هم دیگه مساوی می باشن. پس اگر من این نقطه را اکس شب پیدا کنم، یعنی معادله ازی خط هم میتونم نشته کنم. خب ببینید تا این مقدار هست h. اگر از h من به اندازه p طرف چپ بیایم میرسم به این نقطه. خب طرف چپ آمدن یعنی چی؟ یعنی کم شدن، کم کردن. پس از h باید این فاصله رو کم کنم به این نقطه میرسم. از h باید p را کم کنیم، میشه معادله خط هادی h منفی p. پس معادله خط هادی رو نوشته کردیم، معادله معیاری شو به این حال نوشته کنیم. خب ببینیم نظر به محور y چقدر انتقال کرده؟ به اندازه k واحد. درسته است؟ اینجا هم مبدأ کمیات وضعی است، یعنی نقطه صفر و صفر است. خب اعداد بالاش میشن مثبت ها، یعنی k هم مثبت است، اعداد طرف راست هم مثبت است، پس h هم مثبت است. پس در انتقال تاویک شما در صنف دهم خواندین باید چیکار کنیم؟ خلاف علامه با هم متعاوج در نظر بگیریم. پس k نظر به محور y، پس خلاف علامه k را با y در نظر میگیرم. پس نشته میکنم y منفی k، که مثبت است خلاف علامش منفی، به توان دو مساوی است به چهار پی ضرب. خب x ببینین نظر به محور x به اندازه h واحد انتقال کرده، پس h هم یک عدد مثبت هست و چیکار کنیم؟ اونجا خلاف علامش با x در نظر بگیریم، x منفی h. ای از معادله معیاری پارابولا در صورتی که چی باشه؟ افقی باشه. حالت افقی یعنی چی؟ یعنی این محور تناظرش موازی به محور x باشه. درست است؟ این محور تناظر پارابولا بود که شما قبلا خواندین، خطی که از رأس پارابولا میگذشت به چی عمود می بود؟ از محراق هم میگذشت بالای خط هادی عمود می بود. پس زمانی که به صورت افقی باشه، به اندازه h و k هم انتقال کرده باشه، پس چی میشه؟ موازی به محور x میشه. این شد از حالت افقی. من معادله حالت عمودیش هم بنویسیم. خب x مربع مساوی است به 4 پی وای. دوباره اگر من معادله را، البته این حالت افقی است، شما به صورت عمودی رسم کنین، این رابطه را به دست میارین، به اندازه h واحد نظر به محور x انتقال میکنه. پس نشته میکنم x منفی h کل مربع مساوی است به 4 پی خودش ضرب y منفی k کل مربع. البته مربع نداریم، اینجا باید یک قوس مربع باشه، یک شم توانش یک. پس این میشه از معادله معیاری پارابولا در صورت عمودی، یکیش از حالت افقی، یک شم از حالت عمودی. خب تشخیصش هم براتون گفته بودم، نظر به x و y. حال اینجا قوس y داریم و قوس x داریم. اگر او قوسی که مربوط y هست مربع باشه، یعنی تابع بوده، نمیتونه حالت چی میشه؟ حالت افقی میشه. و زمانی که قوسی که مربوط x هست اگر مربع باشه چی است؟ تابع بوده میتونه، پس حالت عمودی میشه. خب باید یک قوس همیشه توانش یک باشه، یک قوس همیشه توانش دو باشه، و قوسی که توانش یک هست ضریبش هر عددی که باشه او از 4π. درست است؟ اینجا x منفی h توانش یک از ضریبش از 4π، اینجا y منفی k توانش یک از ضریبش میشه 4π. و یک نکته دیگه هم که باید بگوییم، باید قوسی که توانش دو هست ضریبش همیشه عدد یک باشه. پس اگر اینجا عدد یک نبود، اطراف تقسیم از این عدد بسازین تا این طرف یک شوه، طرف راست هر عددی که باقی مان میشه 4π. پس این بود از معادله های معیاریشان. همچنان معادله های خط هادی را میتونیم نظر به شکلش تعیین کنیم. درست است؟ همیشه یک شکل فرضی رسم میکنیم و قسمی ساده تر میتونیم که معادله های خط هادیش را بنویسیم. پس این بود از معادله های معیاری پارابولا در صورتی که رأسش به یک نقطه h که انتقال کرده باشه. خب شاگردای عزیز، معادلات معیاری پارابولا را در صورت پیدا کردیم که رأس پارابولا در یک نقطه اختیاری مثل h و k می بود. خب بیاین یک خلاصه‌ش هم روی سلایت ببینیم. گفتیم که معادله پارابولا که مرکز آن یک نقطه اختیاری باشد دو حالت داره. حالت اولیش، اگر پارابولا به صورت افقی باشه. به صورت افقی یعنی چی؟ یعنی محور تناظرش موازی به محور x باشه. پس معادله معیاری پارابولا به این صورت هست: y منفی k کل مربع مساوی است به 4π ضرب x منفی h. ولی اگر پارابولا به صورت عمودی باشه، یعنی چی؟ یعنی محور تناظرش باید موازی به محور y باشه. در این صورت معادله پارابولا از این رابطه به دست میاد: x منفی h کل مربع مساوی است به 4π ضرب y منفی k. البته زمانی که p بزرگتر از 0 باشه یا p کوچکتر از 0 باشه دو حالت داریم. خب
ای از حالت عمودی پارابولا هست، ای هم از حالت افقی پارابولا. زمانی که پی یک عدد مثبت باشه، یعنی یک عدد بزرگتر از صفر باشه، پس اگر معادله پارابولایتان به صورت عمودی باشه، پس پارابولایتان رو به بالاست. ولی اگر پی بزرگتر از صفر باشه ولی پارابولایتان به صورت افقی باشه، پس پارابولا رو به راست است. ولی اگر پی کوچکتر از صفر باشه، در حالت عمودی رو به پایان است، ولی اگر پی کوچکتر از صفر باشه، در حالت افقی رو به چپ هست. این موضوعات بود که ما در درس پارابولا خواندیم و یاد گرفتیم. حال برای اینکه شما درس بیشتر یاد بگیرین، میریم با هم دیگه یک مثال که در کتابتان ذکر شده، مثال با هم دیگه کار میکنیم. خب مثال اول گفته از معادله پارابولا معادلهتان داده شده، گفته مختصات رز، مختصات محراق، معادله خط معجر، معادله محور تناظر و مختصات انجام های وتر عمودی آن را دریافت کنید. پس ما میریم این معادله را برای تخته می نویسیم و حلش می کنیم. خب معادله برتان داده شده، x منفی 1 کل مربع مساوی 12 ضرب y منفی 2. خب مشخصاتی که خواسته شده اونا رو تمامش نوت میکنیم که کلام تاش یاد ما نره. اولی که مختصات رأس خواسته شده، یعنی باید S پیدا کنیم. بعدش مختصات محراق است، یعنی باید F پیدا کنیم. بعدی معادله خط معجر هست، معادله محور تناظر هست و در آخر هم مختصات انجام های وتر عمودی. اگر مختصات شبه ام و ام زبان هم بگذاریم، باید این دوتا مختصر ما پیدا کنیم. خب اول بریم از رأس شروع کنیم و دیگه سوال ما را حل بسازیم. خب ببینیم رأس چه قسمی تعیین میکنیم. رأس گفتیم چی هست؟ اچ و که هست. خب اچ همیشه با اکس هست، که همیشه با وای هست، ولی خلاف علامه هایشان. خب ببینیم با اکس کدام عدد است؟ منفی 1. پس قیمت اچ ما میشه مثبت 1. پس اچ ما هست 1 و خب ببینیم که چی هست؟ با وای همیشه کم میباشه، با وای هست عدد منفی 2. خب خلاف علامش مثبت 2. پس ما رأس تعیین کردیم که شد 1 و 2. خب برای تعیین محراق ما نیاز داریم که پی را اول پیدا کنیم. خب ببینید اینجا ضریب 1 هست، پس این طرف کار نداریم. پس قوسی که توانش 1 هست، ضریبش هست 4 پی. خود پی 12 نیست، بلکه 4 پی 12 است. پس نشته میکنیم که 4 پی مساوی 12. خب برای اینکه من 1 دانه پی را پیدا کنم، باید اطراف تقسیم 4 بسازم. پس این طرف هم تقسیم 4، اینجا هم تقسیم 4. پس 4 با 4 اختصار 1 4 4 3 4 12. پس پی ما شد عدد 3. خب 3 یک عدد مثبت است دیگه، یعنی پی ما بزرگتر از 0 است. پس یا پارابولا رو به بالاست یا رو به راست است. حالا باید تشخیص بدیم که این یک معادله پارابولای حالت عمودی هست یا که حالت افقی. خب ببینیم گفتیم نظر به او قوسی که توانش 2 هست، نظر به او تشخیص میدیم. قوسی که توانش 2 هست مربوط به x میشه. خب زمانی که x مربع باشه، شما تابع y مساوی به x مربع رو خواندین دیگه در صنف دهم، پس چی میشد؟ حالت عمودی. پس این پارابولای ما به صورت عمودی هست. حالت عمودی پی بزرگتر از 0، پس چی هست؟ پس رو به بالاست. پس یعنی حال یک تا پارابولای فرضی رسم میکنیم تا بتانیم مختصات محراق همچنان خط هادی را تعیین کنیم. خب رأسش در کجا بود؟ در نقطه 1 و 2. اگر این پارابولا باشه به این صورت، اینجا هم رأسش قرار داره در نقطه 1 و 2. خب ببینیم اگر من به اندازه پی واحد طرف بالا برام به محراق میرسم، ولی اگر به اندازه پی واحد طرف پایان بیایم به خط هادی میرسم. خب پی رم پیدا کردیم، پی هست عدد 3. پس به اندازه 3 واحد بالا برم به محراق میرسم. بیاین این رو نشته کنیم، 1 2 3. اگر اینجا باشم مبدأ کمیات وضعیه نقطه 0 و 0. خب اینجا هست محراق. خب به اندازه پی واحد طرف پایان میایم، 1 واحد 2 واحد، اینجا هم 3 واحد، اینجا هست خط هادی. من رسمش هم کنم براتون. اینجا خط هادی قرار داره، ما اینال معادلش هم پیدا میکنیم. خب بیاین مختصه محراق تعیین کنیم.
محراق و راس در روی یک خط عمودی قرار دارند. یک خط عمودی هست. خب پس در خط عمودی تمام اکس هایی که قرار داره، اکس هایش با هم دیگه مساوی است، تمام نقاطی که هستن. پس محراق هم از یک مختصه تشکیل شده، اکس و وای. خب اکس راس ما هست یک، پس از محراق هم میشه یک. خب وای هزی از دو، خب به اندازه سه واحد پی هم بود سه، یعنی این مقدار هم سه هست، این مقدار هم سه هست، البته از اینجا. خب از دو به اندازه سه واحد به طرف بالا میرم. بالا رفتن یعنی چی؟ یعنی زیاد شدن، یعنی اضافه کردن. پس به دو سه را اضافه میکنم. پس دو جمع سه چند میشه؟ پنج. پس مختصه محراق تعیین کردیم، شد یک و پنج. خب بیاین معادله خط حادیش هم بنویسیم. ببینین پارابولای ما عمودی هست، باید خط حادی افقی باشه. خط افقی فقط محور وای قطع میکنه، پس باید وای مساوی به یک عدد باشه. خب وای مساوی به کدام عدد است؟ ببینین تا اینجا هست یک واحد، درست است؟ به اندازه سه واحد آمدم پایان. پس ببینین دو وای رأس ما هست دو. خب سه واحد هم ازش کم میکنم، پس دو منفی سه میشه. دو منفی سه چند میشه؟ آفرین، چون علامه هایشان خلاف یکی دیگه هستن باید تفریق کنیم. از سه که دو بره یک باقی، علامه هم از عدد بزرگ. پس وای مساوی به منفی یک میشه معادله خط حادی. خب محراق هم تعیین کردیم، معادله خط حادی رم بین معادله محور تناظرش هم تعیین کنیم. خب محور تناظرش ببینین این رأسش در نقطه یک و دو هست، ما میتونیم نظر به رأس تعیین کنیم. پس این یک خط عمودی هست، درست است؟ همین خط خط محور تناظرش میشه. خب زمان که خط عمودی باشه پس فقط محور اکس قطع میکنه، زمان که محور اکس قطع کرد پس باید اکس مساوی به یک عدد باشه. خب او اکس مساوی به کدام عدد است؟ نظر بر اکس رأس تعیین میشه، اکس مساوی به عدد یک. پس ای شد از ما بین ای طرف نشته کنیم، مشخصات شد، محراق پیدا کردیم شد یک و پنج، خط معجیش پیدا کردیم وای مساوی به منفی یک، خط محور تناظرش هم پیدا کردیم اکس مساوی به یک. فقط چیزی که باقی ماند مختصات انجام های وتر عمودی. خب بریم وتر عمودیش اول رسم کنیم. خب گفتم که خطی که از محراق میگذشت، درست است، دو نقطه محیط پارابوله را به هم دیگه وصل میکرد و بالای محور تناظر عمود میبود. یعنی اگر ما بین مختصه محراق پاک کنیم، این رو بالاتر رسم کنم، خطی که از محراق بگذره دو نقطه محیط هم به هم دیگه وصل کنه، درست است، و بالای اینجا عمود است، درست است، بالای محور تناظر پارابولا عمود باشه، این میشه وتر عمودی پارابولا. حال اینجا ببینید دو تا نقطه تشکیل شد، اسم از زیر ان بگذارم، اینجا هم ام زبر. از ما چی خواسته شده؟ از ما مختصه ام و ام زبر خواسته. ببین مختصات چه تعیین کنیم. خب مختصه ام ببینید محراق پیدا کردیم شد یک و پنج، نظر به محراق اینا رو میتونیم تعیین کنیم. خب اما اف و ام زبر تمامشان روی یک خط افقی قرار دارن. هر نقطه‌ای که یا هر نقاطی که روی یک خط افقی قرار داشته باشن تمامشان وای هایشان برابر است. پس وای ام هم نظر به اف تعیین میشه، وایش هست 5. از ام زبر هم همچنان وایش میشه 5. فقط تفاوت در چی هست؟ در نقاط اکس هایشان هست، در چپ و راست رفتن، یعنی تفاوت در محور اکسشان. خب تا اینجا ببینین اکس اف هست یک واحد، درست است؟ خب اگر من از یک واحد به این اندازه طرف راست برام به ام میرسم. خب حالا من را فعلا تعیین نمیتونم، باید چیکار کنم؟ همین وای هایی را که ما پیدا کردیم در معادله پارابولا وضع میکنیم، دیگه میتونیم پیدا کنیم اکس هایش. خب معادله پارابولا رو من اینجا براتون نوشته میکنم. اکس منفی یک کل مربع مساوی است به 12 ضرب وای منفی 2. خب وایش پیدا کردیم شد 5. پس 5 به جای وای میگذارم، معادله رو برای اکس حل میکنم، دو قیمت پیدا میشه، اکس منفی یک کل مربع مساوی است به 12 خودش. وای چند است؟ وای پیدا کردیم 5. 5 منفی 2 3. پس 12 ضرب 3. خب اکس منفی 1 مساوی است به 12 ضرب 3 چند میشه؟ 36. خب بین اطراف جذر بگیریم، مربع هم از بین بره، 36 هم جذرش یاد داریم دیگه. خب پس جذر اکس منفی 1 کل مربع چند میشه؟
جذر با علام توان تمام میشه، فقط میمونه اکس منفیه. جذر 36 چند است؟ آفرین، مثبت منفی 6، هم مثبت 6 هم منفی 6. پس یعنی یک بار اکس منفی 1 مساوی به 6، یک بار هم اکس منفی 1 مساوی به منفی 6. خب این ساده میسازیم، اکس مساوی است به منفی 1 طرف راست ببرم میشه مثبت 1. اینجا 6 داریم، 6 مثبت 1 7 میشه، پس 1 اکس و بعدیش اکس منفی 1 مساوی به منفی 6. منفی 1 هم این طرف انتقال میتون میشه مثبت 1. خب منفی 6 مثبت 1، علامه هایشان متفاوت، پس از 6 که 1 بره چند میمونه؟ 5. علامه بزرگترش از 6 گرفته میشه منفی 5. پس ما دوتا اکس پیدا کردیم، درست است؟ خب حال کدامشه برای ام بگیرم، کدامشه برای ام زبر؟ ببینین ام طرف راست است، ام زبر طرف چپ هست. او که بزرگتر هست طرف راست میگیرم، او که کوچکتر هست طرف چپ میگیرم. بزرگترش 7 است، پس 7 با ام میشه، کوچکترش منفی 5 است، منفی 5 با ام زبر میشه. خب شاگردای عزیز، این بود از حل مثال اولی که در کتابتان ذکر شده بود و خلاصه درس هم این بود که ما معادله پارابولا را در دو حالت عمودی و افقی در صورت پیدا کردیم که رأس پارابولا در یک نقطه اختیاری مثل اچ و کمی بود. امیدوارستم که درس یاد گرفته باشین. کارخانگیتان هم ثبوت همین معادله پارابولا در صورتی که هم حالت عمودی باشه هم حالت افقی و رأسش هم در نقطه اختیاری مثل اچ و کمی باشه. همیشه شاد و موفق باشین. تا درس بعدی، خدا نگهدار.